یک روز پس از شلیک خمپاره از خاک سوریه به یک شهر مرزی ترکیه این کشور برای دومین روز متوالی در پاسخ به این اقدام خسمانه نقاطی در مرز سوریه را مورد هدف قرار داد یک کارشناس در این مورد میگوید پس از اینکه موضوع حادتر شد سوریه عقب نشست دمشق با اظهار اینکه تحقیقات را آغاز کرده و در صدد شناسایی مسئولان حادثه است سعی کرد ترکیه را آرام کند تنها چیزی که ترکیه باید از آن برحذر باشد وارد جنگ شدن با سوریه است این موضوع بسیار مهمی است ترکیه قدرت بازدارندگی دارد و از حمایت ناتو نیز برخوردار است اتحادیه اروپا و ناتو ضمن محکوم کردن تعرض به مرزهای ترکیه از سوی نیروهای سوری طرف این را به خیشتنداری فراخواندند.